اینها میخواستن اهل بیت پیغمبر اکرم حضرت زهرا سلام الله علیها امیرالمؤمنین هر چه دارند را اینها بگیرند، یعنی داشته های مادی داشته های معنوی، به این شکل تمام اینها رو بگیرند مردم نفهمند. این طرح اصلی بود. یعنی دو مرحله داره، اول گرفتن، ثانیه پنهانکاری. پنهانکاری یعنی بایکوت خبری که امروز هم بعضی از سیاستمدارهایی که امروز تو دنیا هستند و خیلی انرجلون میزنن همینجور کارا رو دارن میکنن، یعنی حقوقی رو از گروهی بگیرن بعد افکار عمومی رو توجیه کنن که نخواه آقا اینا حق اینا نبوده. لذا این سه نفر و پیروانشون میخواستن هر چه امیرالمؤمنین و حضرت زهرا دارن بگیرن و به مردم اینجور ابراز کنن که اینا حقشون نبوده. عرض کردیم تو قسمت اول تقریبا موفق شدن، یعنی تا جایی که تونستن گرفتن. چیا رو گرفتن؟ یک، پدر فاطمه رو گرفتن، پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه توسط عایشه و حفصه به شهادت رسید به اعتراف صحیح بخاری. ما همه قد دیگه بیشتر نمیتونیم وارد شیم چون بس طولانی. بله طولانی. و شما یه کتابی نوشتید انشالله یه وقتی چاپش کنید جناب آقای درایتی، درباره اینکه حضرت رسول به شهادت رسید و نیز از یکی از علمای بزرگ شیعه جناب آقای تایی، شیخ نجاح تایی، اثری از مطمئن من نمیدونم ترجمه شده. بله ترجمه شده. لذا نام نبردم در اون جلسه. دوستان پیامک دادن که بله ترجمه شده. خیلی در مغزهای فارسی هم بله نام هست. من عربی شو دیده بودم. آره. ولی او اثری که شما دیدید تألیف کردید ان شاء الله راهی نش بشه. ادامه بدید آقا. بله. یک، پس پدر فاطمه را گرفتن. دو، حرمت و احترام و حتک کردن حرمت اهل بیت را. سه، فرزند فاطمه محسن را گرفتند. چهار، اموال و دارایی های فاطمه را گرفتند. پنج، حتی به القابی که پیغمبر منحصراً به امیر المؤمنین و فاطمه زهرا داده بودند به این القاب هم رحم نکردند و این القاب را هم گرفتند، من جمله لقب صدیق و صدیقه. این رشته بحث رو عزیزان ببینید، ما داریم به چه مناسبت مقدمات رو میگیم؟ داریم میگیم ابوبکر و عمر و عایشه هر چه فاطمه و علی علیهم السلام داشتن گرفتن، حتی این دو تا لقب و القاب دیگه. امیرالمؤمنین لغت و لفظ امیرالمؤمنین مخصوص آقا علی ابن ابی طالب است، گرفتن دادن به عمرشون و سایر خلفا. صدیق مخصوص امیرالمؤمنین است، گرفتن دادن به ابوبکر، گفتن ابوبکر صدیق. لقب صدیق مخصوص فاطمه سلام الله علیها است، گرفتن دادن به عایشه. محدثه مخصوص فاطمه زهرا سلام الله علیها است، گرفتن دادن به عمر تا جایی که تونستن. حتی عزیزان بیننده ای که جزء علما و فرهیختگان هستن میدونن کرسی های گذاشتن، کرسی های به اصطلاح اتاق فکر من. که بیان بگیم آقا چه احادیث چه فضائلی را پیغمبر برای علی و فاطمه فرموده، این همونها رو ما جعل کنیم برای ابوبکر عمر عایشه. ببینید چقدر ظلم. بابا هر چه داشتن که گرفتی، به این القاب دیگه چه کار داری؟ حتی گاهی مضحک میشه قصه. مثلا انا مدینه العلم و علیون بابوها، استاد که میفرماین یعنی روایتی که در فضل حضرت هست، اولا روایت رو نابود میکنن، حرکت اول، یعنی نیستش میکنن. داریم یکی از این متوکل بود گفت من 10,000 روایت در فضل امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب دارم که یکیش هم به شما نخواهم گفت. اول پنهان میکنم. دو، روایاتی رو جعل میکنم مشابه اونا و گاهی معنا رو عوض میکنم. مثلا انا مدینه العلم و علیون بابها، میگن علیون یعنی برتر بلند، من شهر علمم، در این شهر خیلی بلنده، و در این حال مثلش هم میسازن. استاد الان این مورد من تو ذهنم اومد، یکی از این محدثا بر همین روایت گفته بود که بله رسول خدا فرمود انا مدینه العلم و علی بابها، و مثلا ابوبکر سقفها و نمیدونم عمر جدرانها و فلان چی. بعدش آخرش یکی از این بندهای خدا که حاضر بود بابا شهر که سقف نداره. عجیب. بفرمایید. بله، در هر صورت میخوام عرض کنم یه تیکه جالبی داره ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه. چی داریم میگیم؟ داریم میگیم حتی به القاب و فضائل اهل بیت هم رحم نکردن. درست. ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه نقل میکنه که معاویه ابن ابی سفیان بخشنامه کرد که هر کس در فضائل ابوبکر و عمر حدیث بسازد فلان مقدار جایزه داره. اینو گفت بخشنامه کنید به تمام اقطار و تمام مناطق اعلام کنید
نفر فلان قد اسمش رو بنویسید و وقتی که اسمش رو نوشتید وقت اونجا بنویسید آقا ماهانه مثلا چقدر ما به این پول میدیم. میگه این بخشنامه اعلام شد و خب خیلی ها اومدن حدیث دروغی برای ابوبکر و عمر جعل کردن. ابن ابی الحدید شیعه نیست بینندگان، سنی است که در جای خودش اثبات شده. خب سالها گذشت، احادیث زیاد شد، خبر با معاویه رسید که آقا فضائل ابوبکر و عمر زیاد شده، چیکار کنیم؟ گفتن خیلی خوب، حالا بگید هر کسی بیاید عین فضائلی که برای امیرالمؤمنین هست را برای ابوبکر و عمر و عایشه بسازد، باز به اونها فلان مبلغ میدیم. باز دو مرتبه جعل حدیث شروع شد که حالا خودش یک جلسات متعددی میخواد که قضیه توهین و جعل و این چیزهایی که در تاریخ هست نسبت به اهل بیت از کجا شروع شده. وقت آخر کار خود آقای ابن ابوالحدید میگه که این احادیث دروغی که در فضائل ابوبکر و عمر بوده، بخشش فضائل امیرالمؤمنین و فاطمه بوده، جعل کردن مشابهش رو برای اینها زیاد شد، بعد مرسوم شد، رسم کردن، حکم کردن همین احادیث دروغی را تو مدرسه ها تدریس کنن، بچه ها همینا رو حفظ کنن تا برسه به امروز و قبل از او برسه به صحیح بخاری و مسلم که آقای بخاری و مسلم همون احادیث رو وارد کرده. یعنی اینها یه فتنه ای بوده که از ریشه شروع کردن که ما نمیخوایم علی و فاطمه موجودی داشته باشن، نه معنوی و نه مادی. یک دم به خدایو ببین چه کسی یک دم به خدایو ببین چه کسی به چه بست دلی به که هم نفسی زین خواب گران برگیر از عالم دل خبری. Straight Away TV.